همایون خسروی مساوی با ساز چلو یا ویولونسل تو موسیقی پاپ ایران بیش از 4-5 دهه هستش که داره فعالیت میکنه. کار عجیب غریبی کرده، به قول یکی از آهنگسازهای برجستمون خودش تاریخ موسیقیه، به خاطر اینکه تو هر اتفاق و رویدادی حضور داشته، حضور محکمی داشته. چند تاشو همینجوری که تو ذهنمه بگم، از قیصر کیمیایی بگیر که بوده توش، کارهایی که شاملو به صورت شنیداری ضبط کرده با فریدون شهبازیان بوده، سربداران بوده و خیلی از رویدادهای مختلف. سپاسگزاری میکنم از فرزاد حسنی مساوی، ژورنالیست خوب، متعهد و همه جا هست. یعنی مثل اگه تشبیهش کنیم به بازی فوتبال، مثل هافک همه جای زمین هست. در اصل شروع میکنم که مرگ پایان یه روزه، پایان یه موسیقیه. مگر این نیست که گویدو دارستو 300 خورده سال پیش نوتای موسیقی رو درست کرد؟ ما چند میلیون آثار تا از موقع تا حالا ساخته شده، ولی کجان؟ چند تا توی ذهن شما میمونه؟ ما در پیرامونمون بسیاری از آهنگسازا خواننده هایی هستن که امروز میرن دیگه فردا فراموش میشن. مگه خانمایی نبودن یا آقایی نبودن که این صداهای خوبو داشتن؟ ولی حتی رادیوهای محلی هم کارشون رو پخش نمیکنن. ولی به هر روی همینجوری که گفتم، مرگ پایان یه موسیقیه. در اون زمان، در اون اتاقهای کوچیک، اون پیانوهای رنگ و رفته، کاغذهای کاهی، آثار بسیار ارزشمندی خواهد. رمزش چی بود؟ رمزش آره، رمزش این بود که همه عاشق بودن، اعتقاد داشتن به کارشون و این اعتقاد و اون مسئولیتی که نسبت به کار داشتن. شما از همین آدم‌ها که الان کار کردن مقایسه کنیم با 45 سال پیش. ما هم میدونیم همه با هم میزدیم تو یه استودیو کوچیک، خیلی مشکل بود، ولی الان همه میرن تنها تنها میزنن، بسیاری چیزها رو، اتفاقها رو میشه درست کرد، ولی میبینیم که اون کارا شاکار مونده. و به نظر من بسیاری از خواننده ها مرهون و مدیون این چند تا آهنگساز هستن که برای اینا خاطره ساختن که الان میتونن مردم دنبالشون برن فقط به خاطر این آهنگ. همایون منشأ عشق، The structure of love.